شرفتم ما از بین فذکرونی او سمتم به قریب او شهید فذکرونی من شهید کربلا سر بریده از غفایم من شهید کربلایم سر بریده از غفایم لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظروني كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني من شهيد كربلايا سر بريد از من چونین بی کس نبودم کندر این وادی رسیدم بی کسم کردی دو چشم از چشمه خود مالا مالم من شهید کربلا یم سر بریده از غفایم وحش و تیر این بیابان جمله سیرابند و چو شد من که از آل رسولم تشنه شهید کربلایم سر بریده از غفایم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الحمد لله الذي نبر قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله القرشية ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومبغضيهم ومبغضي شيعتهم من الآن إلى يوم القيامة اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى هذه
وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قامتت را چو قضا بهر شهادت آراست، قامتت را چو قضا بهر شهادت آراست. با قضا گفت مشیت که قیامت برپاست، راستی شور قیامت ز قیامت اثری است، بنگرد زاهد کجبین اگر از دیده را زنده در قبر دل ما بدن کشته توست، زنده در قبر دل ما بدن کشته توست، جان مایی و تو را قبر حقیقت دل ماست حسین جان. خلق در ظل خودی مهوان چیز امام حسین علیه السلام، عمیت عین لا تراک علیها رقیبا، کور باشه اون دلی چشمی که تو رو نمیبینه. خلق در ظل خودی محو، تو در نور خدا ما سوا در چه مقیمند و مقام تو کجاست، ما سوا در چه مقیمند و مقام تو کجا؟ ما فقیریم و گدام. خوش به سعادتون، قدر بدونید، به هر کسی نمیدن توفیق رو، توفیق پیدا کردی در مجلس ابا عبدالله علیه السلام، ولی شامل هر کسی نمیشه تو مجلس فاطمه، فرزند فاطمه بیاد. اینقدر موانع سر راه میاد که اونی که نمیخوان موفق بشه نشه. ما فقیریم و گدام، بر سر کوی تو مقیم، ما فقیریم و گدام، بر سر کوی تو مقیم. پادشاه از فقیری که در این کوچه گداست، کسی که وقتی میان گودال از بالای اسب به زمین میافتند، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، همچین که از بالای ذوالجناح روی زمین افتاد، خدا صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله. دلهامونو ببریم کربلا سلامش کنیم همه با هم، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارض.
التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على حسين وعلى علي ابن الله و برکاته هدیه نثار روح متحرش صلواتی خلف اللهم صل علی محمد و آل محمد. در اهمیت مسئله قیامت از قرآن و از دلیل نقلی و عقلی صحبت شد. استدلال به قیامت و دلیل قیامت و معاد، البته بحثی که ما میکنیم میدونید این بحث مترتب بر بحث مبدأ است. کسی که قبول کرده مبدأ را، کسی که قبول کرده خدا را، اعتقاد به الله، اعتقاد به خدا پیدا کرده، بعد رسالت حضرت ختمی مرتبت و بعد معاد که اصول دینه. دلیل فلسفی، دلیل عقلی زیاد اقامه شده. یکی از ادله‌ای که اقامه می کنن بر وجود معاد که خداوندم در قرآن اشاره می فرماید مسئله فطرت است. فطرت الله التي فطر الناس عليها. همچنان که مبدأ اعتقاد به خدا در فطرت انسان است، در سقع نفس انسان است. اعتقاد به معادم اگر کنار برود پرده‌های غفلت و اونچه که وساوس شیطان است، فطرت پاک انسان می‌یابد معاد را. دلیل نمی‌خواد، یافتنیست. فإذا ركبوا في الفلك دعو الله مخلصین له الدین. خدایابی فطریه. امام علیه السلام وقتی برای ابن ابی الاوجا میخواد مثال بزنه میفرمد تا حالا سوار کشتی شدی؟ بله. دچار طوفان شده؟ بله. اون لحظه ای که از همه قطع امید کردی، دیگه کسی به دادت نمیرسه، وسط امواج کوه، پیکر دریا، الان یه دقیقه از غرق بشی، آیا به جایی متوجه بودی که یک قدرتی تو رو نجات بده؟ کفار فرمودون خداست، فطرت تو. این دیگه دلیل ملا صدرا نمیخواد، بحث حرکت جوهری نمیخواد، استدلالات بو علی سینا نمیخواد. میابی چیزی که من خودم میابم در وجودم، دیگه دلیل نمیخواد. میگم مثل تشنگی، انسانی که تشنه است، عطشان، میابد تشنگی را، دلیل نمیخواد. شما تشنه ای؟ بله. به چه دلیل؟ دلیل نمیخواد. تشنه در وجود خودم احساس میکنم. فطرت اینجوریست.
در خداشناسی در معاد چیه؟ میفرماید گاهی شده دوچار ظلم ظالم شدی و ظالمیست قوی، کسی هم نمیتونه تو رو نجات بده. الان شما میبینید کسانی که دوچار ظلم ظالمین هستن در اطراف و اکناف این عالم، ظالم ظلم کرده، نه خودش قدرت داره مقابله کنه نه کسی به دادش برسه. این در سقع نفسش هست که یک قدرتی این رو بالاخره زمین گیر میکنه، جزاشو میده در همین دنیا و در آخرت. قل من افتخر بالقدرت والقوه علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمر. این یافتنیست، انسان این رو با وجود خودش با فطرت خودش درک میکنه. پس استدلال فرمودن علمای اسلام، علمای بزرگ، بر وجود معاد به دلیل فطرت. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. خیلی دقیق این آیه. چطور قسم به روز قیامت، پشت سرش قسم به نفس لوام، وجدان. قیامت هم یعنی وجدانیست. انسان وجدانی که داره میابد و دیگه سر وجدان و درون خودش نمیتونه کلا بذاره که لا اقسمو به یوم القیام و لا اقسمو به نفس لوام. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین على ان نسوی بنانه. سر انگشتاتون هم درست میکنی، سر انگشتایی که محل شناسایی میلیارد ها انسان، دو تا سر انگشت مثل هم نیست، انگشت نگاری میکنن. ما همین سر انگشتای شما را. خب انسانی که انکار میکنه برای چه انکار میکنه؟ میابد در درونش ولی نفی میکنه. چرا؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه. میخواد جلو باز بشه. اگه قبول کرد دیگه تمومه، باید بیسته. میگه نه خبری نیست، راحت میره تو. حالا بعضی این دلیل فطرت بر معاد که هیچی میگفت که بعضی به این یقین رسیده که معادی نیست، اینجوری زندگی میکنه که انهو یقین کرده، العیاذ بالله. پناه بر خدا از این حالت. یه وقت خیال نکنید ما الان جا در مسجد نشستیم، همه مجلس امام حسین، و از ما خیلی دور این مطلب. نه، خیلی مراقب باشه. خیلی عاقبت به شر شدن، عاقبت به خیری مهمه. بعضی چیزا هست که عاقبت به شر میکنه انسان را، مثل عاقب والدین، بی احترامی به پدر، بی احترامی به مادر، قطع رحم، عاقبت به شر میکنه انسان را. بترسیم، بترسیم. یکی از ادله دیگر میفرماین لغویت و عبثیت. اگر معاد نباشه لغویت لازم، عبثیت لازم میاد. چطور؟ عبث چیه؟ عبث یک بچه میبینید از صبح شروع میکنه به بازی کردن،
خانه گلی درست میکنه، عرض میشه با سنگا درست میکنه، سنگا رو میچینه، ساعتها بازی میکنه، بعد از اون یک مرتبه یک لگد میزنه زیر همش، میریزه میره کنار. میگن عبث، کار بیهوده، گاهی کار باطله. حالا این بیهوده گاهی میگه که من میخوام خود این بازی کردنش خودش یک کیف داشت، موضوعیت داره. حالا نتیجه وقتی نداشته باشه عبث بیهوده. خداوند متعال جلت عظمتو انسان را آفری، این خلقت رو، این دستگاه خلقت را همه رو انجام داد، بعدم یک لگد میزنه همه رو خراب میکنه، میگه برید تموم شد. این کارش کار مثل اون بچه میشه که، کار عبث میشه که. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. یعنی اگر معاد نباشه زندگی عبثه. همه این زحمت ها، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو ناری به کفاری یا به غفلت نخوری، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. تو رو خلق کرد، عالم رو برا تو، تو رو برای چی؟ برا خودش. خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی. خدا میفرماید مقام انسان، مقام آدم چه مقامیست؟ تو رو خلق کردم که به کمال برسی، پیش بری، نه اینکه بعد 50 سال 60 سال چند تا گلی برنج بخوری و عرض میشود که چند تا گاو و گوسفند ذبح کنی بخوری و بعدم بری زیر خاک. اون بچه‌ای که کارش بهتر بود که این همه سر و صدا، ناگهان بانگی برایت خواجه مرد. عجیب. افحسبناكم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. در یک آیه دیگه میفرماید ایحسب الانسان ان یترك سدا. انسان خیال میکنه همطوری گتره‌ای رها میشه؟ نه، شما یک مبدا دارید، یک حرکت به سوی کمال دارید و یک منتها الی داری و ان الی ربک المنتها. انتها به سوی اوست. انا لله و انا الیه راجعون. بعضی خیال میکنن که آدمی که مرد بدنش سرد شد میخوان تو خاکش بذارن، انا لله و انا الیه. معناش چیه؟ معناش اینه که این تموم نشد، این به سوی خدا رفت، به سوی کمال علل اطلاق رفت، ادامه دارد، سیر کرد. حالا فلاسفه اینجا حرف زدن، حرکت جوهری ملا صدرا و میگه کمال از همه، چیزی کم نمیشه، اضافه میشه. ابن سینا میگه لبس بعد خلق یعنی کندن جامعه کهنه، پوشیدن نو. ملا صدرا میگه لبس بعد لبس، نه خلق نیست، کهنه بندازی نیست، نه همینطوره اضافه میشی. حالا بحثای زیادی کرده، ما بحث قرآنی میکنیم. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما باطلا ذالک ظن الذین کفروا. ما که آسمان و زمین و باطل خلق نکردیم. این کافرین اینجوری گمان میکنن، شما اینجوری گمان نکنید. نه، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. بله، یا
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. تو به سوی خدا، البته با زحمت، زحمت به کمال رسیدن زحمت داره، مراحلی رو طی می کند. فملاقی، دلیل دیگر می فرمایم قانون عدالت هست. عدالت دلیل بر معاد، عدالت الله. اگر معاد نبود عدالت، عدالت نبود. یه شخصی جنایتکار جنایت کرده، هزاران انسان رو به خاک و خون کشیده، بعضن که میلیون ها جنایت کرده. و یهلک الحرث و النسل، زیر و رو کرده، خراب کرده همه چی رو. خب این اگر مجازاتش کنن، اعدامش کنن، خب این عدالته؟ اینو کشتن در برابر یه نفر، یه نفر کشت، بقیه چی؟ خدا میگه عادل نیست؟ اگه بخواد در همین دنیا مجازات کنه، اون طرف نباشه، این عدالت نیست؟ عدالت نیست. یک بوم انداخت، یک شهری رو زیر و رو کرد، بمب اتم انداخت، 60,000 نفر در یه شهری دیگه، 150,000 نفر پیر و جوان و زن و مرد و کودک و همه رو با خاک، به خاک و خون خاکستر کرد، همه چی رو از بین برد. حالا اینو بگن خب حالا بله، این چه عدالتی؟ یه نفرم 70 سال خدمت کرد به بشریت، خدمت کرد به انسانیت، خدمت کرد، عمرشو برای مردم صرف کرد، آزارش به مورچه‌ای نرسید، اینم حالا از دنیا میره. خب این نتیجه چی؟ خدا چی بهش داد در اینجا؟ خیلی از اینام که انسانهای خدومی هستن در مادی یا معمولا چیزی ندارن، در آخرت باید باشه. عدالت اونجا یوم اذی یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. این عدالت، این دلیل، بالاترین دلیل، دلیل فطرت، دلیل عدالت. دلیل دیگر قانون استکمال. خداوند در این عالم بناش بر استکماله، به طرف کمال بردن همه چیز. این قانون هیچ وقت متوقف نمیشه و هست، حتی در قیامت هم هست. شما الان وقتی نام مقدس خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، این صلوات یعنی چی؟ برای پیغمبر طلب درجات میکنید، بالاتر بره. یعنی این قانون استکبار همینجور هست. انسان کامل که میگیم نسبت به سایر انسان ها، این هم یه نکته ایست، نه به این معنا که اونجور که دیگه هیچ کمالی بعد از اون نیست، نه، در افق بشریت، در عالم خلقت، در عالم دنیا چنینه. اما این انسان وقتی سیر کنه بره در عالم برزخ، با سیر داره، بره در قیامت، با سیر داره.
توقفی نیست، هیچ توقف. فرضا در روایت داره که خداوند هر روزی برای اهل بهش یه جلوه‌ای میکنه که تا روز قبل اون جلوه رو ندیدن. خدا کمال علی الاطلاق، لایتناهاست، تمامی نداره که انک ان ان الى ربك المنتهى، منتهى اوست، او هم که نامحدوده. خود قرآنم به این استدلال کرده، آیهشو بخونم برای شما، یه صلوات خلق کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. یا ایها الناس، در سوره مبارکه حج آیه 5، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر شک دارید در قیامت، بعث و نشور، دلیل ما قانون استکمال، فانا خلقناکم من تراب. چرا دقت نمی‌کنید؟ ما شما را از خاک آفریدیم، ثم من نطفه، خاک تبدیل شد، مراحلی رو طی کرد، شد نطفه در وجود انسان، ثم من علقه، یک پاره گوشتی شد، خون بسته ای شد، ثم من مضغه، مخلقه و غیر مخلقه، کامل و غیر کامل، یعنی در حال رشد، در حال مخلقه و غیر مخلقه، لنبین لکم و نقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى. بعضی ها که بین راه عرض می شود که به ثمر نمی رسن، بعضی ها به ثمر می رسن. اینا اجل مسمى در رحم مادر نگه می داری، 9 ماه و 9 روز و مثلا میگن 9 ساعت و 9 دقیقه و معروفه. میگن فلان خانم وضع هم کرد، الحمدلله بچه به دنیا آمد، سلامت، پسر دختره مثلا، ولی فکر نمی کنن که چی خبر شد در این شکم مادر، در این رحم مادر، این نطفه چطور شد تبدیل شد به میلیاردها سلول. در ابتدا همه مثل هم، یک مرتبه با اون حرکت تصاعدی هندسی، یک مرتبه جوانه میزنه از اون ور از اون ور، بعضیش تبدیل به قلب میشه، بعضیش تبدیل به ریه میشه، بعضیش تبدیل به عرض میشود که جهاز هاضمه، دست، پا، چشم. عجیب. این کتابایی که نوشتن دانشمندا، اینا رو مطالعه کنین، خودش یک دوره خداشناسی است، یک دوره معاد شناسی است. خدا تو قرآن داره برامون بیان میکنه دیگه. الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض للعمر. بعضیا زود از دنیا میرن، بعضیا عمر میکنن، پیر میشن. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا و من نعمره ننکسه فی الخلق. دیگه قوتش تمام میشه، به طرف ضعف میره، طی میکنه. و تر الارض حامدتا، دنیا را ببین، زمین رو ببینید، فاذا انزلنا علیها الماء، این زمینی که خفته، زمین آماده و مستعد و مهیا، آب باران نازل میشه، اهتزت و ربت، این مرتبه حرکت میکنه، گیاه میاد بیرون، و انبتت من کل زوج بهیج، گیاه ها میان، در بین گیاه ها باز نر و ماده هست، زوج زوجه. اینم قرآن اشاره داره. ذالک بان الله هو الحق وانه یحیی الموتى. هر سال داریم جلو چشمتون تکرار میکنیم، این درخت ها، این زمین میمیره، دو مرتبه زنده میکنیم، فصل بهار میاد زنده میشه،
هر سال داریم جلوتون تکرار میکنیم و انه علی کل شیء قدیر و ان الساعه آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. دلیل از این بالاتر قانون استکمار. ان شاء الله ادامه بحث فردا شب. خدا رو قسم میدیم به حقیقت محمد و آل محمد، ایمان به معاد و باور به معاد رو به همه ما عنایت کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله. خب بردنتون در خانه سه ساله امام حسین علیه السلام، مسئله خرابه شام مسئله عادی نیست. این مصیبتی که امشب خونده میشه این مصیبت عجیبی است. خود زین العابدین فرمود، حضرت در همه جا کنار پدر بزرگوارشون بودن، از ایشون وقتی سوال کردن شما شهادت پدرتو دیدی، شهادت عمود ابوالفضل رو دیدی، علی اکبر، جوانان، عاشورا، شام عاشورا، شام غریبان، سوختن خیام حرم، همه اینا رو دیدید، کجا بیشتر به شما سخت گذشت؟ فرمود الشام، الشام. چه کردن در اونجا که فرمود اقاد و ذلیلن فی دمشق که انن من الزنج عبد و نقاب عنه نصیب. مثل بندها دست ما رو بسته بودن، دست این بیلی ها رو بسته بودن به اون مجلس یزید. بعد در این خرابه شام خیلی سخت بوده بر اهل بیت این اسارت در خرابه شام. وقت مزید بر این مصیبت ها جلوی چشمشون این عزیز سه سالشون را از دست بدن در خرابه، بچه هست. اما چه بچه ای؟ گرچه آن طفل سه ساله تاب در پیکر نداشت، گرچه آن طفل سه ساله تاب در پیکر نداشت، تاب سیلی داشت، تاب دیدن آن سر نداشت. همه مناظر رو طی کرد دیگه، آمد کتک خورد، سیلی خورد، خال مغیلان دید، گرسنگی رو تحمل کرد، سه سالشه بله، اما وقتی دیگه سر رو آوردن و زانوش گذاشتن تاب سیلی داشت، تاب دیدن آن سر نداشت، تا سر خونین بابا را در آغوشش گرفت، بر لب او لب نهاد و لب از لبش لب بر نداشت. عجیبه، مجنون شبیه طفل تو شیدا نمی شود، زین پس کسی به قدر تو لیلا نمی شود. درد رقیه تو پدر جان یتیمی است، درد سه ساله تو مداوا نمی شود. شأن نزول، خیلی زیبا میگه این شاعر، شأن نزول رأس تو ویرانه من است، شأن نزول رأس تو ویرانه من است، دیگر مگر شأن تو پیدا نمی شود. بیشانه نیز می شود امروز سر کنم، شانه نداشته باشن، شانه نداشتن مورس
موی این بچه ها رو شانه بزنم. بیشانه نیز می شود امروز سر کنم زلفی که سوخته گرهش وان روشن. چوب از یزید خورده ای و قهر با منی. چوب از یزید خورده ای و قهر با منی، از چه لبت به صحبت من با نمیشه. این کلمه با من حرف دختر دار دان منم بکن جوی چرا نیامد پدر. الله اکبر. یه وقت دیدن یه غلام سیاه چهره اومد یه طبق رو سرش طبق و گذاش رو زمین. عمه جان من که غذا نمیخواستم، من بابا ما میخواستم. مطلوب تو در همین طبقه، روپوشو بردار ببین. تا روپوشو برداشت سر بریده بابا رو دید. بابا 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 آمدی بابا کنج ویرانه. 3 سالشه، انگشتای کوچولویی هم داره اما گره های بزرگ باز میکنه. اونایی که حاجت دارید بگیر دامن این 3 ساله رو. آمدی بابا کنج ویرانه، با صفا کردی این عزاخان. دختر خیلی علاقه به پدر داره، وقتی بابا میاد تو خونش بهترین غذا رو بذاره جلوی پدر، پشتی جلوی پشت پدر بذاره، دور پدر بگرده مثل پروانه دورشم. بابا فرشی ندارم تا کنم مهمان نوازی، مهمان نوازی. بابا به این ویرانه باید بسازی، سازی. بابا دست قضایی از وطن آوارم کرد، آوارم کرد. از همه بدتر زخم زبان شامیان بیچارم کرد، بیچارم کرد. اینا زبان حاله، اشعاره. اون جمله‌ای که خودش فرمود چیه؟ صدا زد ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی. بابا کدوم ظالم به این کودکی من و یتیم. من الذی قطع وریدک، کدوم ظالم رگهای گلوتو برید. بابا از باباد علی به ارز بردی. میگم با زبان حاله. سر به ویران نشینا، سر به خراب نشینا زدی بابا. منم از مادرم فاطمه به ارز بردی. اینقدر سیلی به صورتم زد حسین، حسین. لب بران لبهای کبود گذاشت، یه وقت دیدن سر از دستش افتاد. بچه یه درم، سر یه درم. رقیه گفت با زینب عمه جان شب مرگ من است امشب. که از نور رخ بابم خراب روشن است امشب.
به زین العابدین برگو که ما پیمانه بشکستیم، تو هم پیمانه را بشکن پدر، نزد من است امشب.